آقای عزیزی، در صورتی که تحولات غزه منجر به آتش بس و تبادل گروگان‌ها بشه و ایجاد کشور فلسطینی هم در چشم‌انداز قرار بگیره، آیا ارتباط ارگانیک جمهوری اسلامی و حوثی‌ها رو پایان یافته باید تلقی کرد؟ این یک مسئله پیچیده هست. از یک طرف همونطور که میدونید بهانه‌ای که تقریبا تمام این گروه ها از شبه نظامیان عراقی گرفته تا حوثی ها برای تشدید اقدامات خودشون علیه ایالات متحده و اسرائیل میارند، موضوع جنگ در غزه هست و به این ترتیب به نظر میرسه که برقراری آتش بس در غزه دست کم در کوتاه مدت میتونه که باعث حداقل کاهش سطح درگیری ها در منطقه بشه. و از طرف دیگه خب اونجوری که جمهوری اسلامی و متحدینش در پروپاگاندای خودشون بیان میکنند، این میتونه که یک پیروزی برای اونها و محور مقاومت باشه. اما همینطور که شما اشاره کردید، به خاطر اینکه مبنای این ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو به این گروه ها پیوند داده، همین بحث اصطلاحا مقاومت یا مقابله با اسرائیل هست، در صورت تشکیل دولت فلسطین به نظر میرسه که یک ابزار بسیار مهمی رو که جمهوری اسلامی داشته برای بسیج این گروه ها و در واقع کسب حمایت جهت اقدامات خودش علیه اسرائیل از دست خواهد داد. من فکر نمی کنم که به واسطه ارزش استراتژیکی که به خصوص حوثی ها در چارچوب استراتژی بلند مدت منطقه ایران پیدا کردند، ایران بخواد که اتحاد خودش رو با اونها پایان بده و همینطور اهمیتی که داره حمایت تسلیحاتی و مالی ایران باعث بشه که حوثی‌ها این رو بخوان، اما اون تضعیف جنبه ایدئولوژیک تاثیر خیلی مهمی میتونه بگذاره در صورت تشکیل دولت فلسطین. آقای عزیزی، حوثی‌ها تهدید کردن که در صورت حمله مجدد به مواضعشون در یمن، کابل‌های اینترنت در کف دریای سرخ رو که 17% ترافیک اینترنت دنیا رو به قولی حمل می‌کنن قطع خواهد کرد. این خبریه که بلومبرگ منتشر کرده. آیا تهدیدشون تا چه حد میتونه امکان پذیر باشه و آیا اصولاً حوثی‌ها توانایی این گونه خرابکاری رو دارن؟ در مقطع فعلی به نظر میرسه که چون یعنی یک خرابکاری جدی و گسترده در کابل‌های اینترنت که همونجا به درستی اشاره کردید بیش از 17% ترافیک اینترنت جهان رو پوشش میدن، این نیاز به تکنولوژی پیشرفته زیردریایی داره که حوثی‌ها فاقدش هستن. اما مسئله اینجاست که طبق گزارشی که گاردین روز گذشته منتشر کرد، در بعضی از نقاط این کابل‌ها در عمق فقط 100 متری قرار دارن و یک موردی هم بوده مثلا در سال 2013 در نزدیکی بندر اسکندریه مصر که اونجا چند نفر غواص رو که به قصد خرابکاری داشتن مثلا دولت مصر بازداشت کرده. از به لحاظ فنی فعلا امکان خرابکاری گسترده از جانب حوثی‌ها وجود نداره، اما خب این نشونگر این هستش که حوثی‌ها با توجه به موقعیتی که داره یمن، نه فقط در زمینه در واقع ایجاد اختلال در ترانزیت بین‌المللی، بلکه همچنین در موضوعی مثل اینترنت هم در واقع این پتانسیل رو دارن. هرچند من فکر می‌کنم چون اونجا موضوع کمی متفاوت خواهد شد، به این خاطر که الان حوثی‌ها مدعی هستن که هدف اقداماتشون اسرائیل هست و پاسخ به آمریکا و ایالات متحده در واقع بریتانیا، اما در صورت قطع اینترنت خب یک تهدید جهانی خواهند بود که مسئله رو برای خودشون هم دشوار میکنه. لذا این پیچیدگی ها در واقع اینجا هست، اما به نظر میرسه پتانسیلش به صورت تئوریک وجود داره. ممنونم. حمید رضا عزیزی، کارشناس سیاست منطقه‌ای ایران که از آلمان با ما بودید.